سازمان مجاهدین خلق ایران افشا می کند. فاکس نیوز در آمریکا، حمله تسلیحات به بیروت با هواپیمایی ملی از ایران. سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد وزارت اطلاعات به طور سیستماتیک از ایران ایر برای انتقال عوامل وزارت اطلاعات و تجهیزات آنها برای فعالیت‌های تروریستی به خارج از ایران استفاده کرده است. ایران ایر محموله‌ها و بسته‌های لازم برای فعالیت‌های وزارت اطلاعات در اروپا را در زمانی که دیپلمات تروریست اسدالله اسدی رئیس ایستگاه وزارت اطلاعات در اروپا بود به اتریش منتقل کرده است. اسدی به دلیل توطئه بمبگذاری در گرد همایی شورای ملی مقاومت ایران در سال 2018 به 20 سال زندان در بلژیک محکوم شد، اما در یک تبادل با یک امدادگر بلژیکی، یک شهروند دانمارکی و دو شهروند اتریشی ایرانی دو تابعیتی آزاد شد. 12 تروریستی که برای شرکت در عملیات ترور پروفسور کاظم رجوی مدافع حقوق بشر به ژنو اعزام شده بودند و همچنین سلاح‌های آنها با ایران ایر منتقل شد. یک گزارش انفجاری از گروه مخالف ایرانی سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید که ایران ایر خطوط هواپیمایی رژیم ایران هم از سالها پیش حزب الله لبنان را برای انتقال سلاح‌های سبک و متوسط بین ایران و فرودگاه بیروت و همچنین برای انتقال پرسنل و دوره‌های آموزشی آنها پشتیبانی می‌کرده است. گفته می‌شود که انتقال سلاح‌ها به ویژه از طریق باند 17 انجام می‌شود که انحصاراً متعلق به حزب الله بوده است. در ماه ژانویه 2021 یکی از اعضای حزب الله گفت محموله‌هایی که به باند 17 می‌رسد شامل موشک‌های ضد هوایی است. سازمان مجاهدین خلق همچنین اعلام کرد وزارت اطلاعات به طور سیستماتیک از شرکت هواپیمایی ایران ایر برای انتقال عوامل وزارت اطلاعات و تجهیزات آنها برای فعالیت‌های تروریستی به خارج از ایران استفاده کرده است. این سازمان توضیح داد که ایران ایر محموله‌ها و بسته‌های لازم برای فعالیت‌های وزارت اطلاعات در اروپا در زمانی که دیپلمات تروریست اسدالله اسدی که بین سال‌های 2015 تا 2018 رئیس ایستگاه وزارت اطلاعات در اروپا بود را به اتریش منتقل کرده است. اسدی به دلیل توطئه بمبگذاری در گرد همایی شورای ملی مقاومت ایران در سال 2018 به 20 سال زندان در بلژیک محکوم شد، اما در ماه می و ژوئن 2023 او در یک تبادل با یک امدادگر بلژیکی، یک شهروند دانمارکی و دو شهروند اتریشی ایرانی دو تابعیتی آزاد شد. منابع مجاهدین خلق همچنین پیوندهای تاریخی خطوط هوایی رژیم ایران با تروریسم را یادآوری کردند. اغلب 12 تروریستی که برای شرکت در عملیات ترور پروفسور کاظم رجوی مدافع حقوق بشر در 24 آوریل 1990 به ژنو اعزام شده بودند و همینطور سلاح‌های آنها توسط ایران ایر منتقل شدند. سازمان مجاهدین می‌گوید پرواز برگشت ایران ایر پس از این ترور از ژنو خروج تأخیری داشت تا تروریست‌ها بتوانند پرواز را انجام دهند. گزارش واشنگتن پست از سال 1990 این را تایید می‌کند. علی صفوی از اعضای کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت به فاکس نیوز گفت رژیم آخوندی در ایران به طور استراتژیک از منابع کشور و نهادهای مدنی به رسمیت شناخته شده از جمله ایران ایر برای سرکوب و گسترش بین‌المللی تروریسم و افراط‌گرایی استفاده کرده است. سازمان مجاهدین خلق خاطر نشان می کند که سرتیپ رستم قاسمی، فرمانده ارشد سپاه قدس که مشمول تحریم‌های آمریکاست،
سرتیب شمس‌الدین فرزادی پور را در 25 آوریل 2022 به سمت فرماندهی ایران ایر منصوب کرد. فرزادی پور قبل از آن فرمانده عملیات هوانوردی نیروی هوایی و فضایی ایران بود. صفوی گفت انتصاب فرزادی پور همسویی این شرکت هواپیمایی با اهداف سرکوبگرانه سپاه را نشان می‌دهد که به طور آشکار با قوانین و موازین بین‌المللی مغایرت دارد. صفوی از جامعه جهانی خواسته است که پرواز ایران ایر به شبکه‌های اصلی خود در سراسر اروپا را ممنوع و سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کنند. او همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا تحریم‌ها علیه رژیم ایران را بازگرداند.